به نام خدا وند جان و خرد که از این برترم دیشه بر نگذرد خدا وند نام و خدا وند جا خدا وند روزی ده و رهنما. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، به موری دهد مالش نر شیر، کند پشه بر پیل جنگی دلیر. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. درود بر شما دوستان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستید خوش و خرم و تندرست باشید. در خدمت شما هستم با داستانی دیگر از داستان سیاوش. داستان به آنجا رسید که افراسیاب باز هم به ایران حمله کرد. سیاوش که به واسطه فتنه های سودابه و دسیسه های حرم شاهی دیگر جایگاهی برای خودش در ایران نمی بینه، داوطلب جنگ شد. سرانجام به سرپرستی رستم دستان رفت به میدان جنگ، تورانیان رو از خاک ایران بیرون کرد، راند تا آن سوی جیهون. پس از این پیروزی ظفرنامه ای برای پدرش کیکاووس شاه نوشت و خبر پیروزی رو داد و اینکه فرمان چیست: به جنگ ادامه دهم تا خاک دشمن یا همینجا بمانم؟ ما خاکهای اشغال شده را پس گرفتیم و سرزمین ایران کنون در دست ایرانیان است. بشنویم پاسخ کاووس شاه. پاسخ کاووس شاه با این مضمون است که جنگ رو در خاک دشمن نباید ادامه داد. چند بیتی فردوسی آورده است، می‌فرماید که از آن پس که پیروز گشتی به جنگ، به کارندرون کرد باید درنگ. نباید پراکنده کردن سپاه، بپیمای روز و بیارای گاه. که آن ترک بد پیشه و ریمن است. ریمن صورت دیگری از اهریمن هست، یعنی هیلگر و بدکاره، و ترک هم منظور همان تورانیان هن، سرزمین های شرق ایران تا به سمت چین و ماچین که بارها گفتم پوست زرد دارن و چشم های بادامی. بله، که آن ترک بد پیشه و ریمن است، که هم با نژاد است و هم بدتن است. مکن هیچ بر جنگ جستن شتاب، به جنگ تو آید خود افراسیاب. گریدونک زین روی جیهون کشد، همی دامن خیش در خون کشد. مبادا که در جنگ پیش دستی کنی، افراسیاب خودش خواهد آمد. اگر آمد به این سوی جیهون، آن وقت حسابش را درست برس. از آن طرف گرسیوز برادر افراسیاب گزارش جنگ به افراسیاب گفت. بگفت آن سخنهای ناباک و تلخ، که آمد سپه بد سیاوش به بلخ. سپه کش چو رستم سپه بیکران، بسی نامداران جنگاوران. به هر یک زما بود 50 بیش، سرفراز با گرزه گاومیش. گرز گاومیش نشان از گرز گاوسر فریدون است که مانند درفش کاویان به جنگ ها می بردند. باری افراسیاب از گزارش جنگ و تلفات غمگین شد، شاهزاده سیاوش اما سرمست پیروزی. Thank you.
ببینیم گفتار اندر خواب دیدن افراسیاب. این مسئله خواب هم در شاهنامه بسیار گسترده است، بسیار مفصله. خیلی دلم میخواد در یک مجالی جدا از این برنامه راجب خوابها در شاهنامه صحبت بکنم. در هر حال چون یک پاس بگذشت از آن تیر شب، چنان چون کسی باز گوید ز تب، خروشی بر آمد ز افراسیاب، بلرزید بر جای آرام خواب. چا آمد به گرسی وزان آگهی، که شد تیره آیین تخت شهی. به تیزی بی آمد به نزدیک شاه، ورا دید بر خاک خفته برا. به بردر گرفتش بپرسید از اوی، که این داستان با برادر بگوی. چون این گفت پرمای افراسیاب، که هرگز کسی این نبیند بخواب. چنان چون شب تیر من دیدم، ز پیر و جوان نیز نشنیدم. بیابان پر از مار دیدم به خواب، جهان پر ز گرد، آسمان پر عقاب. زمین خشک شخی که گفتی سپهر، بدو تا جهان بود ننمود چهر. سراپرده من زده برکران، به گردش سپاهی ز گنداوران. یکی باد برخواستی پر ز گرد، درفش مرا سرنگونسار کرد. برفتی ز هر سو یکی جوی خون، سراپرده و خیمه گشتی نگون. و از این لشکر من فزون از هزار، بریده سران و تنفگند خار. سپاهی از ایران چو باد دمان، چه نیزه به دست و چه تیر و کمان. همه نیزه هاشان سراورده بار، و از آن هر سواری سری بر کنار. بر تخت من تاختندی سوار، سیه پوش و نیزه وران صد هزار. برانگیختندی ز جای نشست، مرا تاختندی همی بست دست. نگه کردمی نیک هر سو بسی، ز پیوسته پیشم نبودی کسی. مرا پیش کاووس بردی دوان، یکی باد سر نام ور پهلوان. یکی تخت بودی چو تابند ماه، نشسته برو پور کاووس شاه. دو هفته نبودی ورا سال بیش، جوانی 14 ساله بود. چو دیدی مرا بسته در پیش خیش، دمیدی به کردار غرند میغ. میانم به دو نیم کردی به تیغ، خروشیدمی من فراوان ز درد. مرا ناله و درد بیدار کرد. تعبیر چیست؟ خوابگزاران و موبدان فرا خوانده شدند، همه ترسان و نگران. هیچ کس جرأت تعبیر این خواب رو نداشت. افراسیاب عهد کرد که در صورت تعبیر بد، به جان خوابگزاران آسیب نرساند. امان داد زبان آوری بسیار هوش، پا پیش گذاشت و چنین تعبیر کرد که خلاصش این است: شما باید از این جنگ پرهیز کنید. سیاوش شاهزاده بزرگ ایرانی است و پرورده رستم است. مباد گزندی به او رسد، که اگر کشته شود از توران چیزی باقی نخواهد ماند، و به کین سیاوش خاک توران به باد خواهد رفت. افراسیاب با شنیدن این تعبیر بخردان و مشاوران را انجمن کرد. سرانجام تصمیم بر آشتی با شاهزاده سیاوش شدند. از خونی سیاوشم، هم خونی سیاوشم، از خونی سیاوشم، هم خونی سیاوشم. از جام سفیدانم، هر جام دم پوشم. از جام سفیدانم، هر جام دم پوشم. هم ساری عوستایم، هم آتشی زردوشم. هم سالی عوستایم، هم آتشی زردوشتیم. ما آتشی زردوشتی، ما کشته نمی کشتیم. ما آتشی زردوشتی، ما کشته نمی کشتیم. اسماعیل سامان
توی خارایم دیواری بخارایم ما هم توی خارایم دیواری بخارایم دیواری بخارایم ما هم توی خارایم دیواری بخارایم ما هم توی خارایم افراسیاب به گرسیوز میگوید به جای جهان جستن و کارزار مبادم جز از آشتی هیچ کار فرستم به نزدیک او سیم و زر همان تاج و تخت و فراوان گوهر منوچهر گیتی ببخشید راست همو بهره خیشتن کم نخواست مرزهای توران هم که تمام و کامل است از آن نیز کوتاه کنم دست خیش زمینی که بخشیده بودند پیش ایرانی ها هم که مرزهای خودشون رو دارن مگر کین بلاها ز من بگذرد از آب این دو آتش فرو پژمرد بسی شارستان گشت بیمارستان بسی گلستان نیز شد خارستان بسا باغ کان رزمگاه من است به هر سو نشان سپاه من است مرا سیر شد دل ز جنگ و بدی همی جست خواهم ره ایزدی. جالبه که افراسیاب دار و دستش و سپاهیانش هر بار گاه و بیگاه به ایران حمله می کردند و به گاه شکست هم پشیمان می شدند و سرخورده. این بار هم باز افراسیاب پشیمان می شه. کنون دانش و داد یاد آوریم به جای غم و رنج داد آوریم در آشتی با سیاوخش نیز بجویم فرستم بیاندازه چیز سران یک به یک پاسخ آراستند همه خوبی و آشتی خواستند افراسیاب گرسیوز رو بسیج میکنه به گنج و هدیه و خلعت آراسته تا ببرد خدمت سیاوش گرسیوز آمد به دیدار سیاوش زمین ادب بوسید سیاوش هم احترام بسیار کرد و پس از شنیدن پیام صلح بسیار شادمان شد که جنگ پیش نمی آید و قائله ختمه به خیر می شود چو بنشست گرسیوز و گاه نو بدید و سر و افسر شاه نو به رستم چنین گفت کافراسیاب چون از تو خبر یافت اندر شتاب یکی یادگاری به نزدیک شاه فرستاد با من همکنون به راه بفرمود تا هدیه برداشتند به چشم سیاوخش بگذاشتند ز دروازه شهر تا بارگاه درم بود و اسب و غلام و سپاه تهمتن بدو گفت یک هفته شاد بباشیم تا پاسخ آریم یاد باری رستم اصلا
به این ماجرا و این چنین آمدن گرسیوز خوشبین نبود. با سیاوش به رایزنی نشست، گفت: افراسیاب مرد مکاری است، ممکن است پس از این آشتی ما را غافل کند، ناگهان بر ما بتازد، شبیخون بزند. خب نتیجه؟ سیاوش میگوید: اگر بخواهیم راستگویی افراسیاب را آزمون کنیم، بهتر است که بگوییم 100 تن از خیشاوندانش رو گروگان برای ما بفرستد. اگر فرستاد، دیگر احتمال حمله ناگهانی نیست. در این صورت ما کسی رو نزد کاووس شاه می فرستیم. برد زین سخن نزد او آگهی، مگر مغز گرداند از کین توهی. چون این گفت رستم که این است رای، جز این روی پیمان نیاید به جای. سیاوش همین مطالب رو به گرسیوز میگه، میگوید که 100 تن رو به رسم نوا پیش ما بفرستی، که از معانی نوا گروگانه. بر من فرستی به رسم نوا، بدین خوب گفتار تو بر گوا. و دیگر که از ایران زمین هرچه هست، که آن شهرها را تو داری به دست. به پردازی و خود به توران شوی، زمانی ز جنگ و زکین بغنوی. و دیگر که تمام شهرهای اشغال شده رو تخلیه بکنید. گرسیوز فوراً پیکی دمان برای افراسیاب میفرسته. افراسیاب بسیار در خود میپیچه، اما با شرایط موافقت میکنه. Thank you.
بدانسان که رستم همین نام برد، ز خیشان نزدیک صد برشمرد. رستم تعیین کرده بود که چه کسانی از بستگان افراسیاب باید به گروگان بیایند. بر شاه ایران فرستادشان، بسی خلعت و نیکویی دادشان. شهرهای اشغال شده را هم تخلیه کردند، بخارا و سغد و سمرقند و چاج، سپنجاب و آن کشور و تخت آج. توهی کرد و شد با سپه سوی کنگ، بهانه نجست و فریب و درنگ. چو از رفتنش رستم آگاه شد، روانش از اندیشه کوتاه شد. به گرسیوز خلعت دادند، سیاوش نشست از بر تخت آج، بیاویخته از بر آج تاج. خب رستم خلق و خوی کابوس رو خوب میدونه و میدونه که خوی درست و متعادلی نداره. از طرف دیگر مشاور بسیار بدی هم مانند سودابه داره که از فکرهای اهریمنی او ایمن نمیشود بود. پس به سیاوش میگوید که چون این گفت با او گو پیلتن، که از این در که یارد گشادن دهن. همان است کابوس کس پیش بود، ز تیزی نه کاهد نه هرگز فزود. مگر من شوم نزد شاه جهان، کنم آشکارا بروبر نهان. هر کس دیگری برود ممکن است کار خرابتر شود، بهتر از خود من بروم و ماجرا رو به آگاهی کاووس برسونم. سیاوش موافقت کرد و نامه‌ای برای کاووس شاه تنظیم کرد. ببینیم گفتار اندر نام نوشتن سیاوخش به نزدیک کیکاووس. نخست آفرین کرد بر دادگر، کزو دید نیرو و فر و هنر. از او باد بر شهریار آفرین، جهاندار از نامداران گزین. رسیدم به بلخ و به خرم بهار، همه شادمان بودم از روزگار. ز من چون خبر یافت افراسیاب، سیه شد به جامندرش روشناب. بیامد برادرش با خواسته، بسی خوب رویان آراسته. که زنهار خواهد ز شاه جهان، سپارت به دو تاج و تخت مهان. ز خیشان فرستاد صد نزد من، بدین خواهش آمد گو پیلتن. گرو را ببخشد ز مهرش سزاست، که بر مهر او چهر او برگواست. تهمتن بیامد به نزدیک شاه، چنان چون سزد با درفش و سپاه. چو بنوشت نامه یل جنگجوی، رستم دستان سوی شاه کاووس بنهاد روی، با نامه روانه شد. وزان روی گرسیوز اندر شتاب، بیامد به نزدیک افراسیاب. همه داستان سیاوش بگفت، که او راز شاهان کسی نیست جفت. بخندید با او چون این گفت شاه، که چاره به از جنگ ای نیک خواه. دلم گشت از آن خواب بد با نهیب، ز بالا بدیدم نشان نشیب. به گنج و درم چاره آراستم، کنون شد برانسان که من خواستم. بشنویم از رستم. و از آن روی چون رستم شیر مرد، بیامد بر شاه ایران چو گرد. بپرسید و بگرفتش اندر کنار، ز فرزند و از گردش روزگار. ببینیم واکنش و تصمیم کیکاووس برای صد گروگان تورانی. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. جهان سر به سر عبرت و حکمت است، چرا بهره ما همه غفلت است.